درود بر شما دوستان عزیز. پس انداز کردن عادت بسیار خوبیه و یکی از راستای اصلی خیلی از ثروتمندان به حساب میاد. برای داشتن آینده روشن به پس انداز نیاز دارید. خیلی از افراد تمایل به پس انداز کردن ندارن و با همین طرز فکر اشتباه سبک زندگیشون رو پیش میگیرن که باعث میشه در اواسط ما از دیگران پول قرض کنن. در این ویدیو قصد دارم به شما چند نکته رو معرفی کنم که برای پس انداز کردن انگیزه بیشتری به آیندهتون میده. برای دیدن این ویدیو با من رکسان افشار همراه شوید. بودجه بندی کنید. اگه میخواین بودجه بندی درستی داشته باشین، در اولین روزهای هر ماه لیستی از تمام چیزهایی که نیاز دارین تهیه کنید. از رفتن به رستوران، خرید در سوپرمارکت، مراجعه به دکتر گرفته تا شارژ ساختمون که مدیر آپارتمان به شما میده. در پایان هر ماه متوجه میشین در طول ماه چقدر خرج کردید. به جای کارت اعتباری با خودتون اسکناس ببرید. وقتی کارت اعتباریتون همراهتون باشه ممکنه وسوسه بشین هر چیزی که دلتون میخواد بخرید. پس همیشه مقدار مشخصی پول درون کیفتون بذارید و برای خریدای خودتون حد و مرزی داشته باشین. با این کار وقتی پول داخل کیفتون تموم بشه مطمئن میشید امکان خرید وجود نداره. برای خودتون قلک بذارید. قلک فقط برای بچه ها نیست. برای یک سال تموم پول خورداتون رو درون قلک بریزین و ببینید به چه مبلغ شگفت‌انگیزی میرسه. حتما متعجب خواهید شد. تمام پولای جمع شده رو در حسابتون پسنداز کنید. از قانون 24 ساعت استفاده کنید. این قانون شما رو مجاب میکنه به سراغ خرید اجناس گران قیمت نرید و از روی هوا و هوس خرید نکنید. حداقل در 24 ساعت به تمام چیزهای غیر ضروری که خریدید فکر کنید. این قانون بیشتر در هنگام خرید آنلاین کمکتون میکنه چون میتونه تمام جنسایی که میخواید بخرید رو در سبد کالا قرار بدید و بعد برای خرید اونها اقدام کنید. روی کارت اعتباری خودتون پیام پسنداز بنویسین. توصیه میکنم روی کارت اعتباری خودتون بنویسین پسنداز یادت نره. از این طریق بعد از هر خرید غیر ضروری با کارت اعتباریتون احساس عذاب وجدان خواهید داشت و ناچاراً به فکر پسنداز میافتید. یک روز در هفته رو روز بدون خرج نامگذاری کنید. هفته یک روز در منزلتون بمونید و روز خودتون رو بدون خرج بگذرونید. اگه عادت کردید هر روز بیرون غذا بخورید، یک روز در خونه بمونید و برای خودتون غذا درست کنید، فیلم ببینید و در پارک پیاده روی کنید. اگه سر کار میرین، ناهارتون رو با خودتون سر کار ببرید. خیلی از افراد ناهارشون رو با خود به سر کار میبرن. شاید به این خاطر که دستپخت همسر یا مادرشون رو بیشتر دوست دارن یا میخوان پول اضافه خرج نکنن. اگه خوردن غذا بیرون از خونه مثلا 10,000 تومان براتون آب میخوره و غذای داخل منزل 5,000 تومان، ببینید با ناهار بردن سر کار در طول سال چقدر پسنداز خواهید کرد. لیستی برای خرید مورد نیازتون تهیه کنید. افرادی که مواد غذایی رو طبق لیست خریداری میکنن نسبت به کسانی که بدون برنامه به مرکز خرید میرن پول کمتری خرج میکنند. به همون اندازه که خرج میکنید پسنداز کنید. باید مقدار خریدها با پولی که پسنداز میکنید مطابقت داشته باشه. مثلا اگر در یک روز گرم تابستونی خود رو به یک آب میوه خنک دعوت میکنید، باید همون اندازه که صرف خرید آب میوه کردید رو پسنداز کنید. اما اگر نمیتونید به همون میزان پسنداز کنید، اصلا به خوردن آب میوه فکر هم نکنید. هر ماه کمتر به رستوران برید. بدون اینکه سبک زندگی خود رو تغییر بدید، هر ماه هزینه غذا خوردن در رستوران ها رو کاهش بدید. تنها کافیه تعداد دفعاتی که به رستوران میرید رو در هر ماه کم کنید.
پیشنهاد میکنم از یک مشاور مالی کمک بگیرید. مشاوره گرفتن تنها مشورت با روانشناسان نیست. اگه به دنبال سرمایه گذاری هستین، حتما با مشاوران خبره صحبت کنید تا تمام پولی که با زحمت پس انداز کردید از دست نره. مرسی از شما دوستان که ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. امیدوارم این ویدیو به شما عزیزان کمک کرده باشه و لذت برده باشین. دوستان عزیز فراموش نکنید که اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک کنید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.